سلام به همه بالنسیاگا فنهای عزیز، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. تو این ویدیو رسیدیم به ترک پنجم آلبوم گادپوری به اسم P1, 2, 3, 4, 5 به اسم روتین فید چرسی که از کانال یوتیوب گادپوری قراره بشنویم که لینکش توی دیسکریپشن هست. شما میتونید موزیک رو از اونجا گوش کنید. اینجا ریاکشن ویدیو به موزیک، به جز لینک صفحه من توی فضای مجازی اینستاگرام، توییتر، تلگرام و این داستانا توی دیسکریپشن هست، به علاوه لینک اجزای ستاپ مثل میکروفون، دوربین، لنز، نور، تابلو، لوگو که اگه دوست داشتید میتونید سر بزنید به اونجاها. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه و اگر فورگنگ ها رو پاچید تو کامنت بریم واسه شنیدن روتین گاد پوری فید چرسی. حاجی من خیلی وقت بیت کرینج نمیشنم این استفاده کنم، خیلی خوش دست این هست کرینج مشخص کنه، ترپ مشخص چیز شبیه هایت ترپه. خب پرودوسر کار ایلا که میکس مسترینگ ایلا که همین. یه خبرم بدم که بچه ما یه کمپین رو به صورت خودجوش ما شروع کردیم که یه کاری کنیم بالنسیاگا دومین ترک پر استریم آلبوم باشه، چون الان فعلا نورسریل پر استریم ترینشونه و بپیوندید به این کمپین. خلاصه ارزش بالنسیاگا خیلی بیشتر از این حرفاست. همین، ما رو بریم. یک ملودی لوپ گیتار چینی مینی رو داریم، دیریله این چون نگو یه مهم نیکی امراد جایی که من باشم تو را نمیدن اما فاصله یه نداره بده گوشا رو روغن بزنیم اینجوری با کلافت میخوای بیای صدا رو اما فاصله هم بگیر کفه بازی ما تو نقشه این شکارم فقط توی لحظه نداریم اصلا مشد به تیم دلگه کجا شما سیر کتیر گلوته میخوابه تیر گنگی ما سنه تکی تکی زدم دیانسی به پاچه تیم کلت متلین بکشی زیرش واسه تو میمونه چی روایسا چی گفت؟ اصلا دراب کی اومد حاجی؟ دراب غیر منتظره میاری یا ایلا که حواسم هست؟ من با کاکاکاگان کلام رفت تو هم که خیلی وقت کاکاکاگان بعدش دراب به ما نمیده، تو هم که شروع کردی ایلاک درابای غیر منتظره میدی. کل تمت این بکشی زیرش چی؟ ببین میگه که نیاز نی بپاچه تیم کل تمت کل تمت کل تمت کل تیمت کل تمت کل تمته این بکشی زیرش واسه تو میمونه چی؟ جمعی چال با یه ای پی. آها اوکی. دلگه کجا شما سیر کلت زیر گلوته میخوابه تیر گنگی ما سنه تکی تکی زدم دیانسی به پاچه تیم کل تمتلین بکشی زیرش کل تمتلین نمیدونم چیه واقعا گنگی ما سنه تکی تکی زدم دیانسی به پاچه تیم کل تمتلین بکشی زیرش واسه تو میمونه چی؟ با یه ای پی جمعی چغال به تازون تا وقتی مهمونشی وقتی میگم رو بی تا صبح اجام بشه تا خشک پره کی میخواد روی فلوان بیاد تا وقتی که میخونم دو بیت آفری وسط شما سفیدا میگم بی تا تقویتی نمیخوام نه کسی هم که واسه اما تونم کمرم پره آه آجی اینجا پانچکان میخواد این بیت پانچکان میخواد با اینکه ما هم هممون سفید پوستیم اکثر کسی که داریم این بیت رو میشنویم و این بیت نجات پرستانه ترین بیتی بود که من توی مدت شنیدم ولی یه دونه به افتخارش میزنم چون بیت خفنی تنها کسی که میتونه این بیت رو بگه یه دونه کاکاسیاس نمیدونی چرسی خدا بکیدی ولی نامردیه تو ایران سیابوس نداریم یه دو تا سیابوس داریم رپر شدن یه هرچی بخوان میگن دیگه حق دارن سیابوسن وقتی میگم رو بی تا صبح اجام بشه تا خشک پره کی میخواد روی فلوان بیاد تا وقتی که میخونم دو بیت وسط شما سفیدا میگم بی تا تقویتی نمیخوام نه وسط شما سفید دیام که واسه امتونم کمرم پره میدونی کیم آرزوات شده روتینم یه موقع بیرم تر از چیزی که بیاد حتی تو زافیه دیدم میریزه برسام کرد چه برسه باحالی بود چرسی. من خیلی وقت بود دریلای چرسی رو دوست نشتم، در مورد هیپاپولوژیست هم همین بود واقعا، دریلاشو دوست نشتم تا یه پا مثلا نبزو شنیدم یا دو کلیمیکس هم خفم بود
چرسی هم همینطور. طبیعی هم از چی میگن؟ مگه چقدر عمر دریل توی ایران؟ قشنگ کاملا محسوس پیشرفته بچه روی سبک دریل. هر چیزی که بیاد حتی تو زاویه دیدم میریزه بر سام کورک باسه شماره میشه گوش تهران لخت. فرقی نداره چه ایران باشم چه وسط استانبول. بازم حرفا رو میزنم بی بلا نسبت. گیر کنه کجا به ما قصت شما. بازم حرفا رو میزنم بی بلا نسبت. گیر کنه کجا به ما قصت شما. دعا کنه کنه خدا قسمت. داشتون قصه خال لفظه تو هر مصره. ببین چطوری لیلی کم و کل شهر افزن. مهم نی کجا باشم میکنم عرش نفلت. نگاه بریختم بندادار سه ما حبز بریزم. فکت این هم تنها بیتیه که تنها کسی که میتونه بگه یکی علی قافه یکی پوری. داره بره با فن به سر صاف میکنه بینی تو با کله بد. نمیرسه تو به دم در چون میریزن اوتم نر خر. شانس بیاری با چند تا خط رفتی در. من رشتم این ولو سر بزن. کوتاه نبود ترک؟ چرا دو دقیقه 35 ثانیه. ایلا بازیتون گرفته خدا که شما هم با ما دراپو داد ولی جایی که من گفتم نداد. اذیت دارید میکنید بچه. اذیت میکنم و منم یه دونه جنگ توییتری را میندازم بر علیه بیتای نجات پرستانه. اذیت هم نکنید. خب این بود ترک روتین پوری فیت چرسی از آلبومه پ از گاد پوری. ترک پنجم آلبوم. کوتاه ترین ترک آلبوم نه آره کوتاه ترین ترک آلبومه نه لوکو کوتاه ترین ترک آلبومه. 2:21 که دو تا پرفورم یک کورسپونس که نداشتیم یه اینترو داشتیم از گاد پوری. دو تا ورس داشتیم از پوری و چرسی که بدون وقفه اتفاق افتاد واسهش کورسپونس نداشت. چه توی این ترک چه توی ترک علادین فیت آیسم یعنی ورسا ورسای بدی نیست بیت بدی نیست ولی من خیلی به صورت تجربی تئوری میدونستم نقش مثلا کورس و هوک مهمه. خب آچه ببخشید کاردم فول شد و مجبور شدم که ادامهشو اینجا بگیرم چون دو سه دقیقه بیشتر صحبت ندارم. میخواستم بگم که فرضم الان بر اینه که دو تا ترک علایدین و روتینی که الان شنیدیم از گادپوری فیت چرسی به خاطر کورسشون کمتر باعث شده که ارتباط من برقرار کنم باش. خب فرضم اینه، حالا شاید فرضم غلط باشه. به خاطر اینکه خب کلا که قضیه ببین کل ارتباط یک انسان با یک موزیک کلا حسیه، نمیشه منطقیش از منطقی هم مثلا بررسی کرد که به این دلیل مثلا به دلایل اینکه طول موج این مثلا نوت از این جای ملودی با خاطرات من سازگانه بود خوشم نمیاد از موزیک. خب من دارم حسمو سعی میکنم دلیل منطقی واسش پیدا کنم صرفا احتمال خطا هستیم وسط کاری که دارم میکنم اینجوری. به نظر من این همین ترک هم ترکش با آیسم ترک علایدین دو تا ورس خوب البته ترک علایدین به نظر اونقدر ورس عجیب غریبی من از آیسم نشیدم. خب تو این ترک هم که اینجوری بود دو تا ورس خوب از هر دو نفر شنیدیم. بیتی بود که پرجزئیات بود نکات باحال داشت توش. دراپ اونقدر نداشت، سبکش اونقدر چیزدار نبود، خیلی هایپ نبود، بیشتر یه فضای مهالود ترسیم سعی شده بود ترسیم شه توش. و علارغم این که میگم تیکه تیکای مختلف رو بررسی کنی به نظر من بد نبود، صرفا یه شاید یه المانی کم بوده تو قضیه که به خاطر چی میگم هوک، به خاطر اینکه منو چیزی گیر نمینداخت تو موزیک. میدونی چی میگم؟ یه المانی از موزیک که شبیه آهنربا عمل کنه، شبیه نمیدونم شبیه یه جذبه‌ای عمل کنه که باعث شه که من ارتباط حسی قفلی بزنم رو موزیک رو یه تیکه گیر بیفته تو ذهنم که به خاطر اون قضیه برم موزیکو گوش کنم. خب به نظرم این دوتا المان توی این دوتا موزیک نبود که حالا حدسم اینه مستقیما ربط داره به کورس نداشتن. اما ورسا به نظر من ورسای باحالی بودن. یه پوری رپرتر رو داشتیم اینجا، یه چرسی بعد از هیت کلا هم هیت هم این ترک دوتا ترک های بهترش بود، کلی بیت باحال توش شنیدم. و باز در کنار علایدی منظرم این ترک هم یکی از ترک های معمولی تر بود که تجربه اولین بار شنیدن این موزیک برای من تو قالب عدد 0 تا 10 بازم میسونه 6 بود. همین شما نظرتون بنویسید راجع موزیک راجع ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک فورگنگ تو کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره. یه دونه
زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید و رود تو 12K این بچا. اگر هر جایی که حالا فعالیت میکنید، توییتر، اینستاگرام، گروهای تلگرام، هر جایی، اگر حال کردید ما رو معرفی کنید. اگر سابسکرایبتون پریده یه چک کنید، اگر سابسکرایب نکردید و حال کردید بازم سابسکرایبتون نره. همین، مرسی، تا ویدیوی بعدی. فور گک.